یه ویدیو کوتاه پرکتیکال در مورد امتحان AMC MCQ که به نظرم توصیه ها به درد کسایی خواهد خورد که امتحان خواهند داشت. نکته اول اینکه امتحان واقعا ریکال بیسته، یعنی ریکال دو سه ماه اخیر خصوصا چند روز قبل از آزمون شما رو نجات میده. پس اگر بیس خاصی هم نداشته باشید، عملا اگر بتونید ریکالای هفته آخر، چون امتحان معمولا تو چند روزی هفته از هر ماه برگزار میشه، بتونید روز آخر بوک کنید امتحانتون رو و ریکالا رو از بچه ها بگیرید، چون گروه هایی هست که شیر میکنن، خب قطعا نجات میده. اما نکته دوم که به نظرم مهمتره، این امتحان فقط یه امتحان تمپوراری هستش و امتحان اصلی امتحان کلینیکاله و بهتره که اوکی ریکال بخونید. این چیزا کمک میکنه که امتحانتون رو با آرامش پاس کنید، ولی این اصولی نیست. شما بالاخره باید مریض ببینید. شما بالاخره امتحان کلینیکال پاس ریتش 12%. این نشون میده که احتمالاً علاوه بر اینکه اون امتحان ممکنه غیر استاندارد باشه، اون امتحان ممکنه کلی مشکل داشته باشه، اون امتحان ممکنه سخت باشه، هر چیزی، ولی احتمالاً چون ریکال بیس نیست خیلی از ماها گیر میافتیم. منظورم پزشکان هستم. برای همین بهتره که از اول فاندیشن خوبی برای خودتون بسازید که فقط امتحان نرید پاس کنید. با یه فاندیشن خوب و بعدش هم مریض دیدنتون بهتره، هم گایدلاین‌ها رو بهتر مسلط هستید و خیلی چیزهای دیگه. مورد دوم اینه که گایدلاین های استرالیا، خصوصا RACGP رو نگاه کنید برای سوالا که شک دارید، مشکوکه، معمولا RACGP جواب اونجا میتونید خیلی چیزا رو پیدا کنید. خیلی خیلی گایدلاین قشنگی داره و دوست داشتنی واقعا و درد کلینیکال پرکتیس میخوره. نکات زیادی هست در مورد AMC MCQ، ولی خواهشم ازتون اینه که اصولی درس بخونید و صرفا اینو به عنوان یک حالت گذرا ببینید. امتحان واقعا به نظر من امتحان هاییلدی نیست. امتحان نیست که شما بخواید خیلی براش استرس بکشید، ولی در این حال نباید سبکم بگیریدش و به عنوان یه پل برای امتحان کلینیکال نگاه کنید، مطالعتون رو برای اون بذارید. و حالا منم شخصا تا جایی که بتونم کمک میکنم حتما توی این امتحان که شما بتونید شالا اتفاقای خوبی براتون بیفته. نکته دیگه در مورد روز آزمون امتحان، چون تو چند روز برگزار میشه، ساعتای مختلفی هستش که امتحان برگزار میشه. شما اگر واقعا آدمی هستید که صبح نمیتونید سختتون رو پاشید، لطفا زودتر بوک کنید، ساعت 11 بگیرید، ساعتهای دیگه بگیرید. میتونید خیلی مهمه روز آزمون واقعا، خصوصا شبش ممکنه نتونید بخوابید. من همیشه ترجیحم اینه که مثلا خودم اگر امتحان داشته باشم دستم باشه 11 باشه یا 2 باشه. این خیلی خیلی کمک میکنه. بستگی به تایپتون داره، بعضی ها نه بعضی ها برعکس. مورد دیگه اینه که چون امتحان 3 ساعت و نیمه، یه 5 دقیقه حداقل و 5 دقیقه استانداردشه بهتون وقت میدن. تو 5 دقیقه حتما فرمولا رو بنویسید، حتما اگه چیز خاصی هست که فکر میکنید مهمه حتما بنویسیدش. و این خیلی مهمه که نخواهید سر امتحان مثلا سوال آماری بهتون بدن و شما بخواید تازه شروع کنید، نمیدونم فالس پازیتیو فالس نگتیو اینا رو بنویسید، خب احکم میارید. امتحان واقعا 3.5 ساعت برای 150 تا سوال، اگر خصوصا ریکال نخونده باشی، خیلی کمه، خیلی کمه واقعا. دیگه اینا چیزایی که الان به ذهنم میرسه و خیلی مهمه که لطفا صبحانه روز آزمونتونم کربوهیدرات های کامپلکس باشه، مثل جوی دوسر، ترکیبش خود با میوه، چیزای اینجوری. و شاید نکته به ظاهر بدیهی باشه، ولی حتما سعی کنید که صبح که پاشدید یه لیوان آبی چیزی بخورید که قبل از آزمون
در واقع رفلکس گاستروکولیتتون و اینا، حالا با صبحانه هر چیزی یه دفع داشته باشید، یعنی اینکه شکم کار بکنه حتما قبل از امتحان یه بار دیگه هم دستشویی برید سر جلسه، وقتتون این چیزا نگیره، یعنی شما مایندستتون این باشه که یه دو تا قطره اشک مصنوعی با خودتون برید سر جلسه و پشت اون صندلی میشینید. حالا ممکنه سر 50 تا سوال شما مثلا عوض کنید، سر نمیدونم یه چند دقیقه استراحت کنید، دوباره سر سوال 100 نمیدونم، حالا هر اینتروالی که تمرین کردید، ولی اصلا اینجوری فکر نکنید که قرار مثلا پاشید برید بیرون هوا بخورید از یه حرفا، احتمالا وقت کم میارید. پس خیلی این تایم منیجمنت رو تمرین کنید، دو سه تا ماک بزنید، ولی هر چقدر ماک بزنید هیچ ماکی مثل آزمون خودش نیست، آدم تو آزمون ممکنه خیلی اتفاقا بیفته و یه درصد ممکنه ریکالای کمی بیاد، خصوصا بچه که روزای اول امتحان میدن یه خورده دست و دل آدم بیشتر میلرزه. پس سعی کنید لطفا تایم رو ویست نکنید. نکته آخر اینه که میگن، این خیلی قول معروفی در مورد امتحان AMC که 30 تا سال آخر سوالات واقعیه، چون 150 تا سوال که هست 30 تا سوال آزمایشیه و این 30 تا سوال پخش میشه، 30 تا سوال معمولا آزمایشی داده میشه که کاندیدیت رو اسس بکنن و عملا برای تست خود سوال ها هستش که استاندارد باشه. مثلا برای همین سعی کنید وقت کم نیارید و به 30 تا سوال آخر برسید. این چیزیه که حالا گفته میشه، اصلا قول معروفیه و سعی کنید که خیلی رو سوالات اول اگه دیدید داره وقت میگیره رد شید، چون شما باید حتما به این سوال جواب بدید و به این سوال بعدی به نظرم رد شید. اگر بلد نیستید بهترین گزینه بزنیدتون میرسه بزنید و رد شید، با موندن توی یه سوال چیزی رو به دست نخواهید آورد. انشالله اتفاقای خوب بیفته و بهترین رو براتون آرزو میکنم. حالا امیدوارم که من یه کورس کوچولو هم طراحی کردم برای این سیکیو برای بچه ها، فعلا کلوم اولیش رو طراحی کردم، چند تا اکسپرت نظر دادن، حالا فعلا دارم متریالش رو می‌نویسم که چیا بهتره که از بیس کسی که خیلی فاصله گرفته رو بشه رسوند به اون مرحله که مثلا تو 7-8 هفته که به نظرم بتونه امتحانش رو خوب بره. اتفاقای خوب میافته، ما خودتون باشید و اگه چیزی بود بهم بگید، خوشحال میشم کمک کنم.